با درود خدمت همه بینندگان عزیز شبکه ایران فردا. با یک پوزش، هفته پیش غیبت داشتم، باور کنید اومدیم برنامه رو ضبط بکنیم اما تکنولوژی مدد نکرد. بندم آن سوی آتلانتیک بودم و در نتیجه شما برنامه تکراری دید، اما استماع به کلام خودتون خیلی دلپذیره که دوبارم بنده میشنوم. دیروز یک شنوند بیننده نازنینی که در سوئیس هست و بسیارم به ما محبت داره زنگ زده بود در رابطه با حرفایی که من در برنامه آقای میبودی گفته بودم و اسباب سر و صدا شد درباره ریحانه، در حالی که حرفای من مستند به اقوال خود ریحانه بود. با این وجود ریحانه داغی به دل همه ما ملت گذاشت و اون مادر نازنین خانم پاکروان که حقا زن دلاوری که جگرش رو اینها سوزوندن، هر مادری واقعا بدترین درد براش مرگ فرزنده. به چشم دیدم که مرگ برادرام چه بر سر مادرم آورد و این رو میدونم که حالا ناگهان بچه تو بگیرن و اعدامش کنن یا تو خیابان مثل ندا به سینش گلوله بزنن یا مثل محسن در کهریزک بکشنش یا مثل سهراب پروین خانم اون رو اونجور به قتل برسونه. و در همه این مسائل یک متهم اصلی وجود داره، نایب امام زمان. الباقی هم نوکرانشن که فرمان همایونی رو اجرا میکنن. حالا هستم در خدمتتون و میشنوم انتقاداتونو، محبتاتونو، پیامهاتونو و در حد بضاعت مزجات به آنها پاسخ خواهم گفت. میشنویم نخستین بینندمون رو. سلام، درود و سپاس فراوان به تمام کارکنان تلویزیون ایران فردا که به هر نفعی چه در وضع مادی و معنوی و حتی اونهایی که گوش میکنن این تلویزیون را به نگه هم داره این تلویزیون ها، درود و سلام فراوان. میخوام از شما صدا کنم که روز 22 بهمن را که روز سیاهی در تاریخ ملت عزیز ایران هست روز اعضای عمومی اعلام کنیم و هر کسی که خون ایرانی داره این روز را به این رفعی سیاه کنه و در تاریخ ها بمونه تا امیدواریم به زودی که دیر نخواهد بود بعد این روز تبدیل به روز شادی و روزی را جشن بگیریم که حکومت و جمهوری لعین و بد جمهوری اسلامی از این میره. یا رب العالمین، سلام به تمام سینمادگان و بینندگان، خدا حافظ. سپاسگزارم هموطن عزیزم. ایرانی ها قبل از اسلام و هنوز هم زرتشتی ها در آیینشون در مراسم سوگواری لباس سپید می پوشن و در شادی هاشان نیست. سپیدی نشانه پاکی و نشانه زیبایی است. خب این سیاه پوشی هم که ما رو سیاه پوش کردن نمادی از همین نظام هست. اینها از رنگ شاد خوششون نمیاد، دشمن رنگ زردن، رنگ آبی رو دوست ندارن، رنگ سبز رو دوست ندارن، گون که بعضیشون پرشالشون رو سبز میکنن که سیدیم، که سبزی رو نشانه سیادت میگیرن. ولی از وقتی جنبش سبز آمد اینا دیگه اون سبزی رو کنار گذاشتن. اون زمانهای خوب به قول اسفند منفردزاده دوران خوش استبداد کسانی بودن کلاه فینه میگذاشتن مثل مرحوم ذبیحی و چون سید بود دورش شال سبز میبست، مرحوم ستایشگر بودن، یه تعدادی این کار رو میکردن به سبک خدام حرم امام حسین و حضرت علی در عراق. اما بگذارید ما لباس عزا نپوشیم. ما یک بار لباس عزا تنمون کردن در 22 بهمن که هنوز تنمونه. من اعتقاد دارم اگه بخوایم واکنشی نشون بدیم چقدر زیباست یه روز ملت ما لباس سپید بپوشه. یادم از زنده یاد دکتر بختیار یه وقتی اعلام کرد که روز جمعه بیاید خیابون راه برید،
شاد باشید، بخندید به یکدیگر. 1,000,000 نفر آمدن. رژیم خیلی وحشت کرد و سرکوبی شدید رو در اون زمان آغاز کرد. نرم نرمک باید در این اندیشه باشیم، با لبخند، با شادی، با لباس سپید علیه این سیاهی حاکم. در اون صورت باید ما واکنش نشون بدیم و امیدوارم به اون روز برسیم. میرسیم، مطمئن باشیم. هموطن بعدی. جناب نوریزاده، خیلی خیلی خدمتتون سلام عرض میکنم. من تمام برنامه های شما رو از دم نگاه میکنم، بعد موقع تکرارش هم میبینم. خواستم خدمت عرض کنم، مثل همون دوستی که گفتن، شما گفتین شاید برنامه ما رو ببینن، 90% مردم ایران دارن برنامه شما رو میبینن و واقعا لذت میبرن برنامه های شب جمعتون با آقای سازگارا و جناب چلنگی. واقعا لود کردین، خواهش میکنم یه ذره اگه میشه بیشتر از اینا، چون شما کاملا همه رو میشناسین، بیشتر بگیم، بیشتر اینا رو رسوا کنیم، ما لذت میبریم. یه چیز دیگه هم در رابطه با توفه آرادان که قهر کرده بود رفته بود خونش 11 روز، تو دفتر آقا چکی خورد که مثل گلوله پیچید تو دیوار، که باز بعدا سر فرصت با تون تماس میگیرم بهتون میگم. ممنونم، خیلی محبت کردید، دوستتون دارم. سپاسگزارم دوست عزیزم. همین که ترکیب تحفه آرادانی رو که بنده ساختم استفاده کردی نشانه مهرته و پیگیریت در برنامه های ما. حتما بذار اینجا توضیح بدم. من بهتون گفتم که روی هاتبرد میریم، تمام کاراشم کردیم. دوستی به من گفت، دوست نازنینی که بهش بسیار حرمت میگذارم، که با جی ال ویزش معجزه کرد، عطای نازنین، آقای عطای معینی. ضمن صحبتهایی که میکردیم اشاره کرد به این حضور یاست. ما یه تجربه کوتاه با یاست داشتیم. اجازه بدید من تا هفته دیگه دقیقا فرکانس ها رو بهتون بگم و بگویم در کجا خواهیم بود. مطمئن باشید من تلاشم اینه که تو خانه همه شماها باشیم. یوتلسات بسیار خوبه، با ما هم تالا خیلی خوب تا کرده و خیلی جا هم ما رو میبینن، ولی میزان پارازیتی که روش داده میشه باعث شکوه و شکایت شماست. و من تر همین هفته شاید بیش از 10 تا ایمیل داشتم از دوستانی که اصرار بدید روی یاست. من همه چیز رو دارم تجربه میکنم. یاست یه مشکلی داره که روی اروپا نیست. یکی از مسئولانش به من گفت ما یه بیم مخصوص روی اروپا داریم، اگر اونم باشه که به نظر من عالی خواهد. همزمان در امریکا صحبت کردم با آرش عزیز مسئول سایت، با آقای لیمونادی، که ما اگر بتونیم روی آتلانتیک برد یا تل استار 5 بریم که بتونیم آمریکا و کانادا رو بپوشانیم، این هم جز برنامه های ما هست که حتما این کار رو انجام بدیم. بنابراین میخوام بگم در اندیشه این هستم. لطف شما به تلویزیون آنقدر زیاده که منو و همکارانم رو قرین محبت کرده و ما وظیفه دار هستیم که کاری بکنیم که مورد حمایت شما باشیم. ما جز شعارامون هست. ایران فردا برای اونه که هرچه دل تنگت میخواهد بگوی و آزادانه حرفا رو بشنوی. در همین تلویزیون شما میبینید چقدر عقاید متفاوتی مطرح میشه. سانسور وجود نداره. هر کس به اون دو اصل طلایی که قبلا گفتم پای بند باشه، ویلکام، خوش آمد. جای او در همین ایران فرداست. هموطن نازنین دیگری رو میشنویم. سلام آقا، میخواستم با آقای نوریزاد صحبت کنم. یه مطلبی رو میخواستم عنوان کنم که نمیدونم حالا به درد بیننده هاتون بخوره یا نه. اینا با این اسید پاشی و این حرفا دارن مردم از مرحله دور میکنن. الان سه نوبت این پول ایران از آمریکا ریخته شده تو استاوا، اصلا صداش در نمیاد. بعد این مرحله اتمی رو به نتیجه نرسیدن، با این مسائل اسید پاشی و این چیزا دارن اصلا مردم از این مراحل دور میکنن که اسید پاشی، اسید پاشی، حجاب، حجاب، این حرفا. اصلا مرحله
از مرحله دارن دور میکنن مردم. بخواستم با آقای نوریزاد بگم که این مسئله رو عنوان کنه که آقایون خانم ها ملت ایران این پولا رو دارن چال میکنن، این کارا رو دارن میکنن که شما بعد یه اسید پاشی رو عنوان میکنن، همه افکار مردم رو دارن میکشن اون سن. از قول من با آقای نوریزاد خیلی سلام برسونیم. من از برای بچه های کیهان هستم، بودم، الان سوئد زندگی میکنم حدود 27-28 ساله. به آقای نوریزاد خیلی خیلی سلام برسونیم. قربان شما، خدا نگهدار. درود بر شما. البته این دوست ما منظورش نوریزاده بود، میگفت نوریزاد، چون حالا نوریزاد در کیهان بوده، ایشون هم کیهانی بود، به نظرم دوچار این حالا خطا هم که نیست، گفت فرقی نمی کنه. داستان رو براتون یک بار گفتم. مرحوم پوروالی بامشاد رو منتشر میکرد و مرحوم ایرج نبوی هم سردبیرش بود. در اون دورانی که فردوسی در واقع به کابینه عباس پهلوان عزیز خاتمه داد، ساواک، و ما همه اومدیم بیرون، عباس پیش آقای نبوی میرفت تو دفترش توی کریم خان زند. ارجمند عزیزم جمشیدم اونجا بود و من در واقع یک مقاله سیاسی اونجا نوشتم راجع به مصر که از همونجا شروع شد تفسیرهایی که نوشتم. خیلی جوان، خیلی نوجوان بود. در حال یه شعری در بامشاد چاپ شد که زیرش هم نوشته بود شاعرشو حسن مثلا فلان فامیلیش نوشته. شعر که چاپ شد، هفته بعد شاعر اعتراض کرد که آقا من حسینم، چرا حسنم کردی؟ و پوروالی خیلی بازوه بود، خدا رحمتش کنه، واقعا قلم، هم قلم جانانه محکم و هم قلم شیرینی داشت. کمندین ها، من همیشه آرزو میکنم احمد احرار بماند، دیگه غیر مثل احرار نداریم، پوروالی که رفت. همیشه آرزو میکنم هادی خورسندی بماند دیر سالی، برای اینکه کیو داریم مثل هادی. پوروالی هم واقعا یک قلم استثنایی بود. این سرگذشت ایران منو، قبهای منو، قصه های منو بخونید ببینید چقدر این قلم زیباست و چه حافظه قوی داشت. پوروالی برداشت اونجا نوشت که برادر، یه اونجا جا به جا شده بود، بنابراین من اگر جای راست میگی، من حسن را به جای حسین به کشتن میدادم. حالا اون ظرافتی هم که توش بود، خب حالا دوست عزیزم نوریزاد در ایران مبارزه میکنه به سختی و به شدت. یه چیز جالبی من در مورد نوریزاد بگم، فیلمی به دستش اومده بود که پخش کرد یه قسمتایشو راجع به آقای جعفری، البته همش پخش نشد، و بعد یه تیکم راجع به تائب بود. من ازش دعوت میکنم، حالا در همین هفته آینده انشاءالله باشه گفتگوی میکنم، کامل این فیلم رو ما پخش کنیم ببینیم، چون تائب رو باید بشناسید. یکی از آدمهایی که تمام جزئیات وجودش از جنایت ساخته شده تائبه. چقدر آدم کشته، چقدر پرونده ساخته، چقدر تعرض به نوامیس مردم کرده، چقدر دزدیده، اینا رو کنار هم بچینیم چیزی میشه شبیه محسنی اژه‌ای، چون هنوز به نظر من کسی اندازه محسن اژه‌ای نرسیده. رشعری از فلایان از همه اینا هستن، ولی محسنی اژه‌ای گندم نمای جوفروشه، یعنی خودش یه مافیا داره برای سرکیسه کردن مردم و غارت ثروت مردم، و در اون علی آقا راننده هم داره که بارها بهش اشاره کرد. خب بیننده بعدی، من زیاد حرف زدم. سلام آقای نوریزاد، با تشکر از شما و همه همکارانتون. آقای نوریزاد، ما لورا شما را خیلی دوست داریم و همچنین برنامه تونه. اگه امکان برای تو هست آهنگای لوری پخش کنید بین ترانهاتون، مثل ملک محفوظی، آهنگای لوری سنتی. ممنون، تشکر. حتما دوست من، من از ارادتمندان به لورهای سرزمینم هستم. من بختیاری ها رو خیلی دوست دارم، چهار لنگ و هفت لنگ و همشون، دلاورانی که
گفت مثل کوه میمونه و طول تاریخ ما همه جا شجاعت، شهامت، ایران دوستی و آزادگیشون رو نشون دادن به روی چشم. حتما این کار رو میکنم که خود من خیلی دوست دارم. یه عبدالله غیابی دوست ما کجا هست نمیدونم، عبدالله که دستیار کارگردان مسعود کیمیایی بود، بعد خودش هم کارگردان شد، لور بود. گاهی اوقات که خسته میشد تو استودیو شباویز یا استودیوهای دیگه زمزمه ای میکرد، شاه علی مردان میخوند، تفنگم رو میخوند، یه چیز فوق العاده. چشم عزیزم، هموطن بعدی. الو، سلام عرض کردم آقای دکتر نوروزاده. اولا میخواستم تشکر بکنم از برنامه های خیلی خوبتون، همه برنامه هاتون خوبه، خودتون خیلی ماشاءالله آدم فهمیده و آگاهی هستید. دکتر سازگاره، آقای چالنگی، خیلی برنامه هاتون رو دوست دارم. یه خواهشی ازتون داشتم، اگر ممکنه این آقای امیر انتظام رو برای من، یعنی اصلا نمیدونم جریان چطوریه که ایشون هنوز تو زندان یا تحت مراقبت این هست، اگر امکانش هست اینو مثلا توی برنامه‌ای که میذارید حالا تفسیر خبر باشه، چون من نمیرسم برنامه پاسخ به سوالاتتون رو بگیرم و اینا، یه صحبتی توی این بشه. میدونم اصلا ماجرات چی بوده که این آقای امین انتظام اینقدر تو زندانه یا تحت مراقبت یا هرچی. بازم تشکر میکنم از برنامه خوبتون، موفق باشید، خدا حافظ شما. حضورتون عرض کنم، توجه شما رو جلب میکنم در یک برنامه جدیدی که ما خواهیم داشت که این چهره ها معرفی میشن، به تفصیل درباره جناب امیر عباس امیر انتظام صحبت خواهیم کرد. ولی خیلی مختصر بهتون بگم، کینه حزب توده و آقای خمینی، برای که امیر انتظام اعلام کرد، تصویب نامه دولت بود، مجلس خبرگان عمرش به سر آمده و اعلام انحلالش رو میکنه، که همونجا آقای رفسنجانی پرید که باید به امام بگیم و اینا، رفتن خلاصه خبرگان رو تمدید کردن، ولی کینه امیر انتظام به دل گرفته شد. مرحوم مهندس بازرگان که خیلی دوست داشت امیر انتظامو، برای که از شر اینا خلاص بشه فرستادش به سوئد، سفیر ایران در سوئد و آکردیته در تمام اسکاندیناوی، و بدون اطلاع وزیر خارجه یک دستور براش فرستادن با رمز وزارت خارجه که فوری به تهران بیا. اومد دستگیرش کرد با ادعای اینکه ایشون جاسوس آمریکاست. امیر انتظام هر تماسی با امریکا گرفت به دستور و اشاره مهندس بازرگان بود، به اشاره آقای خمینی بود، و تمام اسنادم اینو حکایت میکنه. این مرد بزرگوار و وطن پرست ذره ای علیه مصالح ملتش و وطنش کار نکرد، دلاور ماند، حسرت یک آخ رو به دل آقای خمینی و خامنه ای گذاشت. 25 سال در زندان بود، در بیمارستان او رو به تخت زنجیر کردند که اون عکس برای محکوم کردن رژیم تا ابد کافی است، و امروز هم با جانی خسته و تنی پردرد مثلا آزاده. مثلا بعد می رویم به هموطن بعدی، به حرفاش. با عرض سلام خدمت آقای دکتر علیزاده نوریزاده، من از مازندران تماس می گیرم. من فقط یه جمله می خوام بگم آقای نوریزاده، خداوند سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اون که آن قوم خودشون بخواهند سرنوشت خودشون رو تغییر دهند. من واقعا متاسفم برای ما مردم ایران که در سال 57 رفتیم بلایی را سر خودمون آوردیم که حالا باید ما تاوانش رو بدهیم. درود بر شما آقای نوریزاده که تمام ابعاد و قضایا و زیرکاری های این آخوندهای اصولو بیخبر را به مردم ایران میدید و اینها را متوجه میکنید. خدا به شما عمر دوشندان بده و ما همه منتظر اون روزی هستیم که ملت به پا خیزن. و خواهشی هم که دارم از آقای دکتر علیزاده نوریزاده اینه که حتما به مردم فراخوان بدن، چون که حرف شما دلنشینه و که دلها میشینه و به فراخوانهای شما مردم بیشتر توجه میکنن تا تلویزیون های دیگه. با تشکر، قربان شما، خدا حافظ.
سپاسگزارم هموطن مازندرانی من، سرزمینی که ذره ذرهش رو عاشقانه دوست دارم، دریاش و مردمش و شهرهاش رو سپاسگزارم عزیزم. اون روزی که آدم حس بکنه پیامش بازتاب خواهد داشت، مطمئن باشید که این پیام منعکس خواهد شد. سپاسگزارم ازتون. هموطن بعدی. آقای دکتر نوری‌زاده، شما اصالت فرهنگ ایرانی رو به ما یادآوری میکنید. بسیار بسیار از این برنامه خوبتون تشکر میکنید، با شاهنامه خوانی، با سخنان خودتون، با برنامه های گذشته. اما مهمترین اصل اخلاقه. زمانی که روی کار آمدن اخلاق تو جامعه کشتن. همه کسایی که دارای اخلاق، انسانیت و درستکاری بودن خودشونو از حکومت بیرون کشیدن. برای اینه که کسایی که روی کار آمدن یا دزدن یا خیانتکارن یا خرابکارن یا جنایتکارن، اگر انسان‌های با اخلاق روی کار می‌اومدن الان این وضعیت نداشتیم، الان این موقعیتمون اینطوری نمی‌شد، الان این ملت انقدر بیچاره و خار از بیکاری و بسیاری مسائل رنج نمی‌بردن. ما الان یارانه رو با دلار 1000 تومان می‌گیریم ولی خریدمون با ارز آزاد تو مملکت انجام میدیم. بسیار برنامه خوبتون تشکر میکنم. خدا نگهدار. سپاسگزارم دوست نازنینم. بسیار به موضوع مهمی اشاره کردی. بی اخلاقی نماد مسلم این حکومت است. شما میبینید در هیچی اخلاق ندارن. من داشتم میخوندم حرفای بعضی هاشون، بعضی آدمایی که نسبتاً موجه ترن، و نگاه میکردم، اینو مقایسه میکردم. ابتدای دولت آقای روحانی فلان وزیر این حرفا رو میزده و به مرور میدیدم ای داد، مثل این که عضو این باشگاه شدن اولین کارش آلوده دامنی است، و به مرور میدیدم ای داد، این آقا که گفت مبارزه با فساد اصلا جزء وجود منه، بعد از مدتی دست روی دست گذاشت، بعد از مدتی خودشم شریک شد. و این متاسفانه بی اخلاقیه. اینی که شما میگید یارانه 1000 تومانی به ما میدن دلاری و ما 3300 یعنی ارز آزاد خرج میکنیم، شما اگر بدونید اینا وقتی، حالا تو ایران که بهشت رو برای خودشون درست کردن، ولی وقتی آقازاده آقای واعظ طبسی مثلا میاد دبی چی کار میکنه، وقتی آقازاده آقای ناطق نوری میاد چی کار میکنه، اینا هر کدومشون، حالا اینا تازه به نظر ما کسایی هستند که خود کنارترن. پسر مهدوی کنی چی کار کرده؟ دونه دونه آقازاده و خانمزاده ها در چه حالن؟ و اصلا این خیالشون نیست، چون اخلاقی وجود نداره. شما فکر کنید محسنی اژه‌ای مثلا شب خوابش نمیبره که 1 میلیون نفر گرسنه؟ نه. بی اخلاقی، جهل، سوء استفاده و تلاش برای ترویج جهل جزو نمادهای اصلی رژیم ولایت فقیه. دوست بعدی. سلام، خسته نباشید. من حسینم از اهواز زنگ می‌زدم. یه ساعتی هم زنگ زدم، فکر کردم احتمالا صدام ضعیف بود. می‌خواستم خواهش کنم برنامه که از سالواتور آدامو یه 2 هفته پیش پخش کردید، من اونو آخرش رو رسیدم می‌زدم، اگه ممکنه دوباره پخش کنید، و اگه چیزهای دیگه هم از آدم ها دارید اگه فرصتی هست پخش کنید. من بچگی نقیقتش هنوقه عجیب آدم ها داشتم و تمام آهنگاش اینا رو دوش میکردم. یه موقع به تجربه خاطره بشه برم. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، خدا به شما. سپاسگزارم دوست عزیز. ولی خیلی ساده است، شما یه کامپیوتر در دسترستون باشه، ایران فردا که برید رو سایتش، ایران فردا لایف، خیلی ساده .com،
بزنید میاد، تمام برنامه های چمتا توشه، برنامه آدامور هم میبینید. با این همه همکار عزیز من آقای محمد صفریان، ایشون بله الان اینجا هم دارید میبینید، هم یوتیوبمون هست هم سایتمون، آقای صفریان در پایان هر فصل مجموعه از اون برنامه های خوبش رو کامباین میکنه با هم میذاره و پخش میکنه. بنابراین راجع به آدامو هم حتما خواهی شنید. اشاره کردم توی برنامه خودم در این سفر که رفته بودم لس آنجلس، یک شب با دوستان نازنین وحید، علیرضای میبودی عزیزم، علی لیمولادی و شهبال شپره و پسرم نوید رفتیم به یک رستوران به نام شعله، بسیار رستوران خوبی هم بود. اونجا یک آقایی بگم ارمنی از ارمنستان بود و یه کلاهی سرش بود و تحریشی و این میخوند، آداما رو خوند و چقدر قشنگ خوند، تمه تمه رو میتومبلو نجه، بعد رفت نتکینکول رو خوند و فوق‌العاده بود. خلاصه ای کاش شما هم اونجا بودید که بازخوانی او رو از سالواتور آداما میشنید. هموطن بعدی، متشکرم. سلام، میخواستم خواهش کنم که این تلویزیون اصلا درجه حرارت هوا رو در هیچ ساعتی در هیچ وقتی به اطلاع مردم نمیرسونه، این خیلی بده. اگه میشه توجه کنید به این موضوع. خدافظ. بانوی گرامی، هوای کجا رو بگیم؟ اون وقت ما یک سری برنامه زنده داریم، یعنی برنامه که از 3:30 به وقت لندن، به وقت بریتانیا و ساعت قاعدتا باید الان ساعت 7 باشه در ایران، ساعت 7 به وقت ایران، الان نمیگم، یعنی منظورم ساعت شروع برنامه است، 7 به وقت ایران برنامه ما شروع میشه. خب ما بگیم الان درجه حرارت در ایران ساعت 7 شب مثلا 20 درجه است، خب این برنامه تکرار میشه فردا صبح، و اگه اینو بگیم شما میخندید میگه آقا الان 28 درجه است. بنابراین این کارو نمیشه کرد. حالا ما با این نوار پایین برنامه ها که رو به راش بکنیم درجه هوا رو به شما خواهیم حتما. دیروز عطای معینی به من میگفت الان تلویزیون آن دیمند شده، یه برنامه رو کسی دوست داره ضبط میکنه میذاره شب که میاد میبینه. حتما این سیستم هم ما پیاده خواهیم کرد که شما هر موقع دوست داشتید برنامه رو نگه دارید و بعد بید دوباره ببینید. هموطن بعدی بود. آقای نوریزاده سلام، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و تمام پرسنل ایران فردا. یه پیشنهاد خدمتتون داشتم. من فکر میکنم تو بعضی از مسائل بعضی مقدار بعضی مسائل عنوان کرد که کسایی که تو ایران هستن یه چیز اطلاع داشته باشن. مثال عرض میکنم در اصول با سال روز فوت مرحوم ستار بهشتی، اگر شما تو تلویزیونتون اعلام بکنید که این مراسم چه روزیه، چه ساعتیه، کدوم قطعه هستش و در کجا برگزار میشه، شاید مردم بیشتری بخوام برن. من دیدم که آقای نوریزاد و خانم محمدی هم اونجا زحمت کشیدن صحبتایی کردن و این چقدر خوب بود که یه مقدار تعداد این افراد هم بیشتر میتونست باشه. ممنون میشم اگه به این مسئله هم این مقدار اهمیت بدید. با تشکر از شما، خدا. بسیار حرف به جای بود و حتما من و همکارانم در این مورد دقت خواهیم کرد. که ولی یک نکته هم بهتون میگم، معمولا خانواده این عزیزان به خاطر فشارها، به خاطر تهدیدها، سعی میکنن این خبر در جمعی در درون خودشون باشه، اون ساعت و روز رو به ما نمیگن. در یه موارد چرا، در یه مواردی نه. و من گاهی فکر میکنم خب ما اگر اعلام کردیم و چند هزار نفر اومدن، اون واکنش رژیم، خانواده رو آیا راضی هست به این مسئله یا نه؟ اینه که البته ما وظیفه داریم یاد این بزرگان و عزیزان رو گرامی بداریم و هر بار به هر مناسبتی یادمون نره که اینا با چه دلاوری ستار بهشتی رو شکنجه می کردن که آقا این تیکه رو از سایتت وردار، از وبلاگت وردار. می گفت نه، بیا بنویس که توبه کردی. نه، وزیر شکنجه کشتنش.
ولی عجب مادری داره، داره تبدیل میشه واقعا به مادر همه، مادر ایران، هموطن بعدیم. با درود خدمت کارکنان تلویزیون ایران فردا، به خصوص جناب نوریزاده، من یک انتقاد کوچولو ازشون دارم. برنامه هاشون رو من خیلی دوست دارم، گوش میدم، به خصوص تفسیرها و اخباری که راجع به دنیا میکنم، ولی بعضی روزا خیلی حاشیه میرم برای یک چیز که اصلا نه خبر مهمیه، مثل امروز دوشنبه راجع به قتل ستار بهشتی. ما اون جریان تمام تلویزیون ها پخش کردن دیدیم، ایشون تمام برنامه شون گذاشتن رو اون قسمت، خیلی هاشیگاهی میرن از آیت الله ها، این اون ولمون کنین، آیت الله ها رو بذارین کنار. خیلی معذرت میکنم و چون برنامه‌تون دوست دارم اینا رو گفتم. قربان شما، سپاسگزارم از تذکرتون. تلاش میکنم زیاد حاشیه نرم، ولی خب دیگه اینجوری بنده بزرگ شدم و بار اومدم. و یه وقتی دکتر باستانی پاریزی یه کتابش رو خریده بودم، دیدم حاشیه‌ها بیشتر از متن کتابه. به خود استاد گفتم، گفت آره قربان، برای اینکه همیشه ما حاشیه نشین بودیم، الان هم حاشیه می‌نویسیم. غرض اینه که شاید یه مقدارم بعضیا اینو دوست دارن که من در درون یک بحث پرانتز باز می‌کنم و به چند موضوع دیگه اشاره می‌کنم، اما حتما نظر شما رو مراعات خواهم کرد که شما آزرده نشید، شمایی که این همه به من لطف دارید. هموطن بعدیم، سلام عرض کردم آقای دکتر نوریزاده و همکاران عزیزتون، آقای دکتر سازگارا و آقای چالنگی و همه عزیزانی که در شبکه ایران فردا مشغول خدمتن. شما طرفداران زیادی در ایران داریم که من هم یکی از اونها هستم. خواهش دارم از آقای دکتر نوریزاده با توجه به سخنان شیوایی داره تشکر کنه از محضر ایشون، و خواهشی دارم که اگر 4 تا شیعه نما اسمی از اسلام میبرند، اینو به پای دین مبین اسلام ننویسند و نگذارند. اینا برای نابودی ایران و ایرانی اومدند. با تشکر از شما سلام میرسونم خدمت همه عزیزانی که در شبکه صدا سیما، شبکه ایران فردا کار میکنن، زحمت میکشن، که من تشکر دارم. سپاسگزارم. دوست نازنینم، شما توجه دارید من بارها گفتم اینها نه مسلمانن نه شیعه، خیلی سریع هم میگم. مهندس بازرگان و آیت الله شریعت مداری مرحومان هر دو ذکر کردن که اولین قربانی این انقلاب اسلام و مذهب شیعه بود. در حال اینا رو با شما کاملا موافقم. دین مردم چیزیست مربوط به خودشون. دکانداران دین، دین رو وسیله سوء استفاده، ظلم و جنایت کردن. دکان اینها رو باید تعطیل کرد. ولی دین رو نمیشه تعطیل کرد. در قلب آدم ها جا داره. به اونهایی که معتقدن. هموطن بعدی. سلام، شب روز شما بخیر. عرض کنم خدمتتون که رو همه کانال‌ها پارازیت لاغ کاری بکنید. مطلب دوم اینه که با آقای چالنگی بفرمایید وسط حرف تحلیلگرا نپره. مهمانی دعوت می‌کنی، اگه می‌خوای خودت تحلیل کنی خب بکن، چرا مهمان دعوت می‌کنی دیگه؟ اگه مهمانی دعوت کنی دیگه وسط حرفشون نپره، بذار حرفشون بزنن. با بس مرتبه ما گفتیم مسئله بل توجه نمیشه. دوست من، آقای چالنگی به عنوان یک مجری و برنامه ساز و یه روزنامه نگار قدیمی نمیتونه بنشینه که یه نفر، ماشاءالله ما ایرانی هم که میکروفون ببینیم دستوردار نیستیم، نیم ساعت حرف بزنه. خب نمیشه. ایشون مثل نظامت باید بکنه. داشتم برنامهشو میدیدم با آقای امیر احمدی و آقای فتی، چند جا خیلی مداخله به جایی هم کرد، چون برای که مسیر بحث داشت عوض میشد، ایشون باید مداخله بکنه. اگر نکنه اون وقت برنامه برای شما خیلی بیمزه میشه. انگار یه تریبون دادید یه نفر حرفاشو بزنه. آقای چالنگی خودش صاحب رأیه، صاحب نظره، اما در این حال سعی میکنه بالانس رفتار کنه که شرکت کنندگان در برنامهش، مهمانانش، هم فرصت ابراز نظر داشته باشن، هم رعایت ساعت و زمان رو بکنن. بارها به خود من
با آقای سازگارا میگه آقا 3 دقیقه بیشتر نشه، ما باید رعایت کنیم اینو. این چیز خیلی طبیعیه. ممنونم ازتون. هموطن بعدی. سلام علیکم. میخواستم خدمت آقای نوریزاده سلام عرض کنم. من یکی از جانبازان همین جنگ تحمیلی هستم. نمیدونم چرا این جنگ ما تحمیل شد، اما به هر حال تحمیل شد و ما همه 13 سالگی رفتیم که از کشورمون دفاع کنیم. دفاع کردیم و یک پامون از دست دادیم. 30 سال از این قضیه گذشته، هنوز که هنوز نه یک ریال به ما دادن، نه اومدن یک سری به ما بزنن، نه یک کرامتی به ما بدن که زندگیمون از این بهتر بشه. حالا نوه داریم، دختر داریم، داماد داریم. وقتی میریم مراجعه میکنیم میگن شما دیگه حقوق بازنشستگی میگن دیگه حقوق جانباز بودنتون دیگه چیه؟ حال شما بگید وقتی یک کارگری یک جا میره کار میکنه، یک دستی پای رد میشه، آیا اون کارفرما در قبال این سایه مسئول نیست؟ بدون دست بدون پا چجوری باید کار کنیم؟ من از آقای دکتر نوریزاده خواهشم اینه که یک مقداری هم در رابطه با جانبازا صحبت کنم. جانباز نمیشه ممنونم. ممنونم هموطن عزیزم، ما همه به شما مدیونیم. من صداتو میشنوم خجالت میکشم. البته سید علی آقا و حکومتش باید خیلی خجالت بکشن، ولی واقعا اینو چون شرایطی بود که ناچار بودم بیرون کشور باشم. ما همه وظیفه دفاع از اون آب و خاکو داشتیم. گویین که بعد از فتح خرمشهر جنگ شد، جنگ خمینی و صدام. اون دیگه جنگ دیگه بود که شماها توش معلول شدید و 500,000 نفر کشته شدن. اون طرف هم همینطور. مگه تو عراق جوون نبودن؟ شیعه هم بودن بیشترشون، سنی هم بودن، شیعه هم بودن. بنابراین ما همه مدیون شما هستیم. بارها من تو برنامه‌ام از جانبازان گفتم، جانبازان شیمیایی، از اون رضای نازنین که با من در تماس بود کنار بیمارستان بقیت الله اعظم خون قی کرد و مرد. میدونم عزیزم رژیم غیرتمند میخواد حالا دنیا رو هم فتح کنه، واقعا باید عمامه هاشون یک متر بالاتر بذارن، بالاتر از سرشون. امیدوارم هموطنانی که میشنون صدای این جانباز رو شنیدن، اونهایی که امکان داره بتونن یاری برسونن، واقعا سر بزنن به این عزیزان، بهشون برسن. دیدین چی گفت؟ گفت نوه دارم، دختر، عروس، داماد. آدم آبرومندیست مردی که یک پا ندار. شعر سیمین بانو یادتونه؟ هزار بار بعد اون رو بخون. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. من علیرضا نوریزاده تا هفته آینده همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.